انقلاب ضد سلطنتی از کجا و چگونه آغاز شد؟ گرامی داشته 22 بهمن 57. روز 22 بهمن 57 تاریخ ایران ورق خورد و دوران نوینی آغاز شد. انقلاب ضد سلطنتی مردم ایران به پیروزی رسید. پیشتاز و کانون انقلاب 57 که بود؟ از کجا و چگونه آغاز شد؟ در فضای انفعال و بیعملی و اختناق شاه دیکتاتور، جنبش انقلابی مسلحانه از سال 49 با نبرد سیاه‌کل توسط چریک‌های فدایی خلق آغاز شد و در سال 50 با ورود مجاهدین به صحنه نبرد، هم نبرد نظامی و هم نبرد سیاسی بالا گرفت و جنبش انقلابی اعلام موجودیت کرد و طی سال‌های 56 و 57 مراحل تکاملی خود را طی کرد. 19 بهمن 57 پس از آنکه تظاهرات مردم در تهران و شهرستانها فضا را ملتهب کرد، جرقه اصلی روز جمعه 20 بهمن در مرکز فرماندهی نیروی هوایی پایگاه دوشانتپه زده شد. در انبار تسلیحات و مهمات توسط یک سرباز شورشی گشوده شد. پرسنل هوایی مسلح شدند و با نیروهای گارد شاهنشاهی وارد درگیری شدیدی شدند. روزهای 21 و 22 بهمن با شورش همافران در پادگان مرکز فرماندهی نیروی هوایی ایران و باز شدن درهای پادگانها و اسلحه خانه ها به روی مردم، قیام مسلحانه مردمی سراسر تهران را فرا گرفت و در شرایطی که خمینی تا آخرین لحظه با قیام مسلحانه مردم مخالفت میکرد، پادگان‌ها و مراکز نظامی رژیم یکی پس از دیگری توسط مردم مسلح شده و مجاهدین و فدایی‌ها سقوط کرده و تومار رژیم سلطنتی شاه به عنوان یکی از بزرگترین دیکتاتوری‌های قرن بیستم در هم پیچیده شد. خمینی اما با شیادی و با سوء استفاده از احساسات مذهبی مردم، اعتماد بی دریغ مردم که در واقع نثار مجاهدان و مبارزان انقلابی می شد را به خود جلب کرده و توانسته بود در خلأ سیاسی ناشی از زندانی بودن رهبری واقعی جنبش، رهبری انقلاب را بروباید و سپس آن را بر سر انقلابیون واقعیش آوار کند. این بود مأموریت و نقش ضد تاریخی خمینی. اما فرزندان راستین انقلاب متوقف نشدند و در مداری بالاتر از گذشته در کسوت مقاومت خستگی ناپذیر بیش از 4 دهه با عبور از فراز و نشیب‌های خونبار در جهت کسب حقوق مردم ایران و برقراری آزادی از پای ننشستند. همینک زنان و مردان شورشی همپا و همسوگند با مجاهدان و مبارزان در کسوت کانون‌های شورشی با به دوش کشیدن مشعل آزادی رژیم قاصب را در سراشیب سرنگونی قرار داده و چشمانداز برقراری آزادی و حاکمیت مردمی را بر همگان روشن نمودند.